داخل تسلای سایبر این شیشه های بزرگ نگرانه من اینه که اولا تمیز نباشه خوب نمیبینید، بعدم شکستنش مثل آب خوردنه. به خصوص اینجا یه علتی که من دقت کردم شیشه زیاد میشکنه اینه که ماشینا همیشه لاستیکاشون عاج داره، مثل ایران لاستیک صاف نمیبینید. لاستیک صافه که خوبه، سنگا رو بلند نمیکنه پرتاب کنه، لاستیک عاج دار این کارو میکنه و در نتیجه شیشه شما میشکنه و عوض کردنش خرج داره. باز شدن در ماشین، فرمون خلبانی. آدم فکر احساس کنید توی این ماشین گمه، یعنی فکر کنید شما خیلی کوچیک هستین و این ماشین خیلی بزرگه و هست همانه که آن نباشه، ولی بیشتر از حد به نظر اینجوری میاد. جاش خیلی راحته، من برم عقبش هم بشینم ببینم چجوریه. یعنی عقبم خیلی راحته، دید خیلی خوبی هم داره، هم دید شیشه هوایی. الان دارید سقف ساختمان رو میبینید، جلو هم که بازه از این وسط خشن دید کامل دارید. کنترل ها هم اینجا هستش برای هوا و غیره. این هم در، خیلی تو دری هم داره، برخلاف ماشین من که تو دری رو نذاشته بودن و جا خیلی کم داره برای خیلی چیزا، این مدل جدید دیگه تو دری رو داره. با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم و در این برنامه میخوام راجع به ماشین الکتریکی توضیحات بسیار مفصلی بدم برای دوستانی که یه شک و چیزایی دارن راجع به اینکه ماشین الکتریکی ممکنه مثلا از بین بره و شکست بشه و و و و از این قبیل. قبل از اونو شروع کنم تشکر کنم از دوستانی که اشاره کردن که آقا این ریش شده و چارش یه فندکه. اصلا من ندیده بودم ولی وقتی گفتید نگاه کردم، فندک رو استفاده کردم، درست شد، خیلی هم ممنون. یه نکته دیگه است که چند وقت پیش دوستان گفته بودم اصلا متوجه نشدم راجع به چی دارم میگم و اون فکر کنم اینجا بود که قلمبه شده، مشابهش در در اونور شده حتی بدتر. امروز گفتم درستش کنم، یه چسبی چیزی رو از اون سوراخی کردم ریختم تو، فایده نداشت، درست نشد. بنابراین اگه دوستان میدونن که راه حل این چیه بفرمایید، این رو هم درست کنیم که دیگه چشم نواز باشه و ایرادی نداشته باشه. در مورد ماشین الکتریکی اخیراً مطالب زیاده، آقا اینا به درد نمیخوره فلان فلان. یه چیز دقت کنید که این شرکت های نفتی همونن که شاه ایران رو برکنار کردن دیگه، ماشین تسلا و اینا که براشون کاری نداره، تمام زورشون رو میزنن و نمیاد بگن آگهی بده بگه من شرکت نفتی هستم. آگهی رو به یه جور دیگه میدن، به یه کسای دیگه اطلاعات غلط میدن، اونا اطلاعات غلط رو منتشر میکنن تا یه دونه تسلا یه جا آتیش بگیره تو تمام روزنامه های جهان چاپ میشه، ولی روزی 100 تا ماشین بنزینی آتیش میگیره انگار نه انگار. اینا یه چیزای کوچیکی، حالا من کمرمند رو واقع کنم دیگه لازم نیست نشون بدم، چیزای کوچیکیست که وجود داره و میخوام دوستان توجه کنم. اول برای اون دوستانی که من رو نمیشناسن، من فرهاد کاشانی هستم، 44 ساله راجع به ماشین و موتور و هواپیما و غیره مطالب مینوشتم، اخیراً به صورت ویدیو اینستاگرام و یوتیوب این کار میکنم. 8 تا کتاب نوشتم، یکی راجع به ماشین بنزینیه، یکی راجع به ماشین الکتریکیه. ماشین الکتریکی رو من در سال 2014 نوشتم. اولین ماشین الکتریکی رو اول اومدم فکر کنم نیسان بوده سال 2011، بعد دیدم نه من مثلا در 1987 سوار کارت گلف شدم در زمین گلف. این کارت گلف ماشین برقیه، این هم ماشین تسلا اینا کار میکنه، ولی اگه بخواید ماشینی که تو شهر میاره در نظر بگیرید، 2011 ماشین نیسان رو سوار شدم و تست کردم، راجعش مقاله نوشتم. 2012 تسلا رو، تسلای مدل اس رو تست کردم و راجعش مقاله نوشتم. در 2014 کتابی به نام ماشین الکتریکی نوشتم که توی سایت من هست، دوستان میتونن برن تو کانال تلگرام تحت نام فرهاد _ کاشانی بوکس میتونن تمام کتابای منو ببینن، مجانا دانلود بکنن، یکشون همین ماشین الکتریکی. پس اینا رو گفتم، زمینه رو گفتم که بدونید راجع به ماشین الکتریکی چند چیزی میدونم.
ماشین تسلا که الان سوار هستم سومین ماشین الکتریکی منه. دو تای دیگه اش هم مدل اس بوده، یکیش مدل اس P85 بوده یعنی پرفورمنس، بعدیش مدل 85 خالی بوده، بعدیش که این باشه P90 D بوده که 90 کیلوواته. از نظر ساعت یا کیلومتر تجربه مطمئنم 300,000 کیلومتر رو ماشین الکتریکی تجربه دارم که از این مقدار بالای 100,000 کیلومتر هم با اتوپایلتش بوده، که تازه اتوپایلت ماشین من مدل قدیمیه، فقط دو دوربین داره، یکی جلو یکی عقب. این ماشین جدیدتر 9 تا دوربین دارن و همه جهت‌ها رو دارن نگاه می‌کنن. پس تجربه با اتوپایلت هم زیاده، کم نیست. و اینا که میگن کار نمی‌کنه اینا، میگم خیلی از روی نداشتن تجربه یه چیزایی میگن. من با این ماشین همین الانی که دارم صحبت میکنم با شما و از یه سفر 5000 کیلومتری برگشتم که آریزونا و کلرادو و یوتا و تو اینا هم زیگزاگ برو این ور برو اون ور برو این نشنال پارک و برگشت و بازگشت از همه اینا. بیشتر از همیشه به این نتیجه رسیدم که این شارژر در ماشین الکتریکی خیلی خیلی مهمه. یعنی شما اگه بهترین ماشین جهان باشه ولی شارژر نداشته باشه 2000 به درد نمیخوره، ولی بهترین ماشین باشه و شارژر داشته باشه این خودش خیلی حسنه. من تو این سفر کلرادو یه جا احساس کردم که من داره شارژم به زودی تموم میشه و هرچی هم میگردم دوروبر شارژر تسلا نیست. اتفاقا رفتم به دفتر سازمان توریستی اون شهر و بهم گفتن آقا یه شارژرهای دیگه این پشت هست. منم اون شارژر رو قبلا براش اسمسی کرده بودم و رفتم و استفاده کردم، خیلی قشنگ کار کرد، ولی شارژش در حد 20 مایل در ساعت بود، تقریبا همونی که تو خونه اگه من شارژ بکنم میگیرم. یعنی اگه 0 تا به قول شما 0-100 بخوای بری یا 0 تا 200 مایل بخوای بری تقریبا 10 ساعت باید تو شارژ بکنی. پولش خیلی ارزون بود چون مال اون سیتیه بود، چیزی از ما نگرفت، خیلی کم بود مبلغ، ولی خیلی طول میکشید. و من فکر کردم مثلا من الان یه مرسدس بنز داشته باشم که حالا راحتی بنز و کیفیت بنز و همه اینا رو داشته باشه، بخوام اینجا بیام شارژ کنم که اصلا تمام چیزش از ذهنم در میاد، مزه ماشین الکتریکی داشته از ذهنم در میاد. برای همین بیشتر از همیشه متوجه شدم که شارژر داستان اصلی سر شارژر. تسلا شارژر زیاد داره. من کلرادو رو فکر نمی‌کردم بتونم به تمام پارکاش برم و ماشین شارژ بشه. یه ذره فقط بعد روی پلنینگش دقت کرد که به چه ترتیبی برید، کدومو برید که یه موقع نخورید به تمام شدن شارژ. و من در روز اولش یه ذره اشتباه کردم، ولی از روز بعد برنامه درست شد و تونستم تمام پارکا رو برم. دو تا دوستان نزدیک من که به توصیه خود من تسلا خریدن، یکیشون دو تا تسلا داره، یه فلد یه مدل S، یکی دیگه مدل 3 داره و همه از ماشیناشون از کاری که ماشین براشون میکنه خیلی راضیه. یه مسئله ای که مطمئنم که اشتباه در فهم ماشین الکتریکی وجود داره اینه که ملت به من میگن مثلا آقا این که نشد که آدم بخواد هر روز یه ساعت بره تو شارژر تسلا وایسه، این وقت آدم ارزش داره، وقت طلا است. اینو میخوام توضیح بدم دوستان خوب خوب متوجه بشن که داستان چیه. اگر شما در خونتون، حالا خونه میخواد آپارتمان باشه، میخواد خونه باشه، خونه ویلایی باشه، هرچی، اگر شارژر تسلا داشته باشید که حتی در حد مال من که ساعتی 20 مایل شارژ میکنه، بعضی هاش تا ساعتی 30-40 مایل هم مثل که شارژ میکنه، حتی در حد ساعتی 20 مایل باشه، شما ماشینتون رو ساعت 7 شب بذارید، اولا که ماشین هیچ وقت خالی وقتی در روز استفاده میکنید، در روز ساعت مایل که بیشتر راه نمیرین، ماشین میایید تو خونه مثلا به جای 230 مایل داشته باشه حالا 130 مایل داره، اون ساعت مایل دیگه که باید پر بشه 5 ساعت پر میشه. شما تایمر ماشینتون رو میذارید که 12 شب شروع کن شارژ کردن که الکتریسیتی ارزونه، از 12 شب تا 5 صبح ماشین شما پره پره. یعنی کلا
وقتی خودتون سیستم خودتون دارید، هر روز صبح که بلند میشید ماشین شما 220-230 هر چقدر ماکسیموم شارژ هست داره، تا شب هم هر خودتون رو بکشید نمیتونید اون مقدار رو راه برید، دوباره میذارید فراس و پر. من یکی دیگه دوستانم مجید که در واقع من اولین تستامو از اون خریدم و بعد به یه دوست دیگه فروختم که اون تست دوست بعد از این که تستای من خرید سه تا تستای دیگه هم خرید، الان مدل خودش مدل X داره، خانومشون مدلی که من فروخته بودم مدل S داره، یه پسرش مدل 3 رو داره، یه پسرش دوباره مدل S داره. یعنی اینطوری همشون علاقمان شدن. این آقای مجید اصلا در زندگیش به شارژر تسلا نرفته. چرا؟ چون تو خونهش اصلا اون اول شارژر رو گذاشته بوده، یه کابل چیز عجیب غریب نیست، از برق 220 خونه میگیرین که یا درایرتونه یا از آون آشپزیتونه، اینو میاره، یعنی هر شب که میرسه خونه اینو وصل میکنه، ماشین اتوماتیک 12 شب شروع میکنه شارژ شدن با برق ارزون تا 7 صبح. یعنی این هر روز صبح که میاد بره ماشینش پره. شما اینو تو کدوم ماشین بنزینی سراغ دارید که صبح به صبح که میخواید برید سر کار یا هر چی ماشینتون پر باشه؟ اون شارژر رو فقط موقع استفاده باید بکنید یا به درتون میخوره که میخواید مسافرت برید. حالا من خودم مدتی چند سالی همینجوری شارژ میکردم، صبح به صبح من ماشین حاضر بود، ولی بعد اون خونه ای که اون شارژر داشت اجاره دادم، الان دم دستم شارژری نیست که بخوام شب بزنم ماشین شارژ بشه. چیکار میکنم؟ میرم تستا شارژر رو میسنم، کارم ندارم بازش از دست. ولی اگه میخواستم خیلی جدی و این کار رو دنبال کنم، آقا تو خونه خودم بودم، شب به شب خود شارژ میشه، صبح که میرید پره پره. مثل که مثلا شما یه پمپ بنزین تو خونتون داشته باشید که شب ماشین رو وصل کنید خودش تا صبح بنزینتون پر کرده، شما اصلا هیچ وقت پمپ بنزین هم نمیرید. یعنی اگه میخواید ماشین برقی رو مقایسه کنید با ماشین بنزینی، ماشین برقی میتونه ماشینی باشه که هیچ وقت شما به پمپ شارژ یا پمپ بنزین به قول معروف مراجعه نمیکنید، همیشه ماشینتون حاضر. حالا وقتی میخواید مسافرت برید، خب دیگه مجبورید از شارژر وسط را استفاده کنید. شارژر هم میگم الان دیگه به همه جا هست، خب تو کالیفرنیا خیلی بیشتر، ولی میره استفاده بعدی کمتر کمتر میشه، ولی بازم خیلی به قول استراتژیک یه جاهایی گذاشتن که بتونه قشنگ کار بکنه و کار ملت رو راه بندازه. مثلا از جمله همین پارک‌های ملی امریکا، هر کدومش یه جوری یک شارژری هست که شما رو به اون پارک میرسونه و برمیگردونه. بنابراین این اون داستان. دیگه نگرانی ها چیه؟ یه نگرانی که آقا قیمت اینا میفته. این یه چیز درستیه. آقای ایلان ماسک تجربه مدیریتی اینجور چیزها رو در زندگیش نداشته. یعنی زود قیمت ها رو، اولین کاری که میکنه قیمت با قیمت بازی میکنه. ماشین بنده که الان توش نشستم، نفر اول 155,000 دلار داده، من 65,000 دلار دادم، الان نوع 2024 پلد که معادل همینه کسی بخواد بخره 85,000 دلاره، یعنی قیمت نصف شده. خب این میتونست با کلک‌های دیگه قیمت بالا نگه داره، چون ملت بعضی از یه ماشین‌ها رو می‌خرن چون میدونن قیمتش نمیفته. مثلا فراری طرف می‌خره میدونه که نه تنها قیمتش نمیفته بلکه گرونتر هم میفروشه. حتی فراری من استثنا بود، مدل های معمولا 8 سیلندرش هست که قیمتش خوب میمونه، در معمولا 12 سیلندر بود خوب نمود قیمتش، ضررم کردم. ولی به هر حال اینی که قیمت ها رو باش بازی میکنه، این اشتباه خود آقای ماسک. من گفتم از نظر تکنیکال خیلی قبول دارم این آدمو، از نظر مدیریت انسان ها در حد صفر، یعنی هیچ مدیر آدم اصلا برش مهم نیستن. یعنی بخواد آدم ها رو بیرون بکنه، اصلا بخواد یه سخنرانی برشون بکنه یا مثلا اوضاع خراب شده ما مجبوریم از شما خواهش کنیم تشریف ببرید، اصلا این توی مایه ها نیست. یعنی یه ضرب ملت بیرون میکنه، اصلا برش مهم نیست. حتی داستان است که سکرترش 2 هفته ازش آفخاسته بوده، گفته 2 هفته دیگه برگرد ببینیم کاری برات دارم یا نه. یعنی فرضش بر اینه که آدم ها هیچ وقت نه تایمشون رو تعطیلی بگیرن، باید کار کنن تا روزی که میمیرن یا این بیرونشون میکنن. ولی خب تو فنی خیلی خوبه، فکر کنید چقدر این چند تا راکت تارا فرستاده به ایستگاه فضایی و برگردونده. کمپانی بوئینگ با این عرض و طولش اومد این کار بکنه، یه سفینه فرستاده که قرار بود 8 روزه برگرده،
الان 8 هفته است گیر کرده، نمیتونه برگرده به طور مطمئن. حالا برو خودشون نمیارن فضانوردا میگن نداره خوش میگذره خیلی هم خوبه اینا، ولی داستان این است که قمارباز اگه نگه اله میترکه، این داستان همینه. الان نمیدونن چه جوری بیارن اینا رو پایین، چون ظرفیت اضافه‌ای وجود نداره بگن حالا یه سفینه خالی بفرستیم اینا رو بیاره. اینا آموزش دیدن با اون سفینه بوئینگ که برن بالا. وقتی اینا رو آدم میبینه میگه بابا این دمه این ایلان ماسک گرم که این سفینه‌هاش داره میره و میاد و فلان. همه اینا رو گفتم، من دو تا دلیل منفی دارم برای ایلان ماسک. یکی که حمایت کردن از ترامپ که به نظر من یه آدم عاقل، من نظر من امیدوارم شما برعکسش میگید نباید این کارو کنه. میگم تو دوره ودیام نگاه کردم گفتم کیا طرفدار ترامپن؟ اونایی که کسایی هستن که روزنامه نمیخونن. چجوری میفهمی روزنامه نمیخونن؟ 10 تا موضوع روزو بهشون بگو ببین چند تاشو در حدی شنیدن که بتونن برات بازگو کنن. من دوستایی دارم با هم صحبت میکنیم، همین امروز داشتم با یکی از نوه‌عمه ها صحبت میکردم، اون مثلا میگفت فلان چیزو شنیدی؟ من تا تهش براش تعریف میکردم، من میگفتم فلان چیز شنیدی چرا؟ چون هر دون آدمی هستیم که مطالعه میکنیم، از این بهانه ها که بابا روزنامه همش چرت و پرته، دروغ میگن، آدم بی خود نباید وقتش تلف کنه، اینا که نمیخوام وقت بذارن بهانهشون اینه که چون آقا این روزنامه ها چرت و پرت میگن نباید روزنامه رو خوند. ولی من نگاه کردم دوستا دور و بری های 5-6 نفری که مشخصا میدونم طرفدار ترامپ هستن، کسانی که میدونم در موضوعات روز اصلا وارد نیستن، یعنی میگن وانمود میکنن خیلی میدونن، شاید کتاب خونده هم باشن، ولی بهش موضوعات روزو بگی مثلا فلان سخنرانی که فلان کس توی فلان ایالت که چی بود نمیدونن. ولی من و اون نوه‌عمه‌ای که امروز صحبت میکردیم، هر کدوم اون میگفت من بقیهش میگفتم، هر کدوم من میگفتم اون بقیهش میگفت، در اون حد کسایی رو که اینطوری هستن من تو امریکا طرفدار ترامپ ندیدم، ولی خب تو ایران ممکنه باشن. ایران میگم به علت اون منافع به خصوصی که ملت فکر میکنن ترامپ ممکنه براشون بیاره، نظرات دیگه داشته باشن. به هر حال دلیل دومی که دیگه از آقای ایلان ماسک خوشم نمیاد اینه که اومد اینجا کاسبیاشو تو کالیفرنیا کرد، مزایای کالیفرنیا رو استفاده کرد، همچین که دید که چیزی یه جا بهتر بشه آفر دادن که آقا بیا تکس نمیگیریم، دوید رفت تگزاس و همه تشکیلاتم برد اونجا. یعنی اینا آدم پولدارا به خصوص آدمایی که برای مالیات، برای پول، خودشون برای پول میفروشن. یعنی اصلا کاری نداره که آقا این کالیفرنیا بود تو رو به اینجا رسوند، کالیفرنیا بود که گفت برای هر ماشینی که تو بفروشی ما اینقدر صاحب خریدارش پس میدیم، کالیفرنیا بود که کارخونه اولی تو در شهر فریمانت به تو 400 میلیون دلار که میشه پول مفت داد، بعد یه دفعه مثلا نه آقا تگزاس من بتونه. خب این یه چیزی که همه ایالت‌های امریکا برای دزدیدن کارخونه ها از بقیه حاضرن، مالیات تا 10 سال معاف بهت کمک هم میکنیم، اینجوری هم میکنیم، اونجوری هم میکنیم، به طبیعه. یعنی باید کارخونه تونتون جا عوض کنن اگه به این قرار به این باشه. و حال اگر میگم ناراحتی هم دارم، چیزای ربطی به خود ماشین لزومن نداره. از اینی که قیمت ماشیناش میفته خب منم خوشحال نیستم، دوست داشتم ماشینم 65,000 خریدم الان 40,000 دلار باشه، ولی شک دارم 20,000 دلار هم باشه، و برای اینکه این هر وقت مقاضی رقابت کنه قیمت میاره پایین. حالا تازگی یه ذره بهش یاد دادن که آقا میشه با چیزهای دیگه هم بازی کرد، مثلا نرخ بهره، مثلا بگو آقا میفروشیم این ماه، هر کی بده این ماه بخره به جای که 7-8% نرخ بهره بده 2% بده، اینم یک کلکیه که همه استفاده میکنن. در ضمن الان فروش ماشین الکتریکی بد شده، اگه تاریخ رو نگاه کنید خیلی موقع شده فروش ماشین کم شده، حالا اون موقع اسمش چی بوده؟ ماشین بنزینی. این دلیل نیست که مثلا دیگه آخر زمان رسیده و دیگه تموم شد کار ماشین الکتریکی، تموم یا کار ماشین بنزینی تموم شد، این اتفاقات میفته. یه موقع تو فصل خرید یه چیزی هست، یه موقع نیست. یه روزی استاک مارکت تا دیروز پریروزش میرفت بالا، الان داره میره پایین. آیا آخر زمانه رسیده؟ نه، اینم میاد، اینم این نیز بگذرد، دوباره اینم درست میشه. یه مسئله دیگه که خیلی نفتی ها مخصوصا سیخ میزنن به چیز که آقا این ماشین های الکتریکی رو نمیشه بازیافت کرد، اینا محیط زیست خراب میکنه. حالا ماشین من نزدیک 200,000 مایل داره، هنوز باتری اولیه است، باتری هم مثلا
5-10% ظرفیتش کم شده، هنوز بیشتر ظرفیت سر جاش هست. بعدم کارخونه‌ای درست شدن به کمک خود کارمندان سابق تسلا که باتری رو برمی‌دارن، چیز می‌کنن، پودرش می‌کنن و دوباره بیشتر از 90% رو استفاده می‌کنن. بنابراین از این داستانا نیست که باتری باید بریزی دور و اینا. از اون مهمتر چیزی که من توی 2014 نوشتم تو کتابم، هنوز خودم تسلا نداشتم، من 2015 اولین تسلا رو خریدم دست دوم، بعد دیگه ادامه پیدا کردم. تو اون کتاب نوشتم که ماشین الکتریکی رو حالا برای هیچ چی دیگه اش نباشه، فرض بر این بذاریم ماشینیه که یک لوله اگزوز خیلی درازی داره که خارج شهره، بجه که این دودو تو حق شما بده میره تو خارج شهر یه جا دیگه میفرسه، یعنی این دیگه مینیمم خوبیشه. در دیگه در مورد این نمیتونی شما بحث کنی نه این فلان تو شهر به شما هیچ نوع دودی رو نمیده، حالا خارج شهر رفی چیز دیگه شد هیچ مسئله نیست، یا حداقل از اینی که فکر میکنید بهتره. ولی خبر خوش اینه که خود تسلا هم سورپرایز شده که ماشینا باتیاش خیلی عمرشون طولانی تر از اون که خودشون حس میزدن. مثلا خودشون از اول گفتن آقا تا 100% شارژ نکنی باتری ها خراب میشه فلان. یه نفری تا 420,000 مایل با ماشینش رفته، هم مدل مال من بوده، اعلام کرده که آقا من همیشه تا آخر 100% شارژ میکردم و در سوپر شارژر هم شارژ میکردم. یه مسئله دیگه هم که خود تسلا چیز کرده که آقا زیاد سوپر شارژر نبری، شاید میخواستن یک روزی که ظرفیت باشه که همه بتونن ببرن با این حالت که بترسونن که آب برین خونهاتون شو شارژ کنین بیرون نبرین. من هم مقدار زیادی سوپر شارژر بردم و من هم بسیار 100% شارژ کردم، تا الان 170,000 مایل دارم ماشین باتریش سالم. پس این شایعاتی که دوستان میسازن آقا برای محیط زیست بده اینا، تهش رو که بگیرید از کارخونه‌های نفتی، همونا که برای محمد رضا شاه داستان میساختن که آقای مملکت اینجوری نیست، آقا مملکت اونجوری نیست، داستان فقط این بود که آقای محمد رضا شاه بلاوی رو ردش کنن بره. الان هم به خاطر این چیزا این کمپانی‌های نفتی تبلیغاتی میکنن آقا ماشین الکتریکی اینجوریه اونجوریه خراب میشه چی میشه، این همش چرنده. اصلا به حرف این آدما گوش نکنید، به خصوص کسایی که خودشون تجربه مستقیم ندارن. اصلا این تجربه نه اینکه بگی مثلا آقا من تسلا 2000 کیلومتر پیش اینو تسلا خریدم تجربه مینه، نه تجربه مثل مال من که بگی آقا 200000 کیلومتر من سوار ماشین شدم آخ نگفت، یا در تجربه در این حد. و می‌خواستیم یه برنامه مصاحبه بزنیم با دو تا دوستان، یکیشون آقای زورو از طرفداران پرپا قرص تسلا سلام، یکی هم دوست دیگه به نام سعید که با هم مسافرت‌های زیادی می‌ریم، ایشون الان تسلا 3 داره و بسیار راضیه، ولی دیدم که زمانی که ما بخوایم 3 نفری با هم باشیم نمیشه. بعدم آقای زورو نمیخواد صورتش رو نشون بده برای علتی، برای همین دیدیم که یه ذره مشکلی، گفتم بذار من این ویدیو رو بذارم اگه باز هم لازم بود میتونیم اون برنامه رو به صورت مصاحبه حالا برای آقای زورو یه دونه صورت بندی ماسکی چیزی درست میکنیم که با ماسک شرکت کنیم. دیگه چی بگم، ماشین الکتریکی ظرفیت ها که الان دیگه جدید ها 400 مایل 500 مایل چینی ها ادعا میکنن 600 مایل شده، ولی برای کسی که تو شهر بخواد استفاده کنه واقعا 200 مایل از زیاد هم هست، ولی وقتی که بخواید ماشینتون رو باش مسافرت برید وقت 300 مایل 400 مایل خیلی بهتر از 200 مایل. من این مسافرتی که رفتم شاید 20 دفعه ماشین چارج کردم. چرا؟ چون هر دفعه 150 من اکثر 200 مایل شارژ میکردم، کم بعد بیشتر موقع کمتر بود. خب اینم از این راجبه آن. الان انتخابات هم یه اتفاق جالبی که افتاده، تا قبل از که بایدن استعفا بده تمام تمرکز اخبار روی ترامپ، اخبارم کلن برای آدمایی که میخوان توی ریاست جمهوری شرکت کنن یه چیز خیلی خوبیه، حتی خبر بد اسم شما مطرح باشه همیشه چیز جالبیه. از روزی که بایدن داره میره و قرار شد خانم هریس بیاد تمام اخبار شده هریس مثلا ترامپ شده 10% و این برای ترامپ خیلی بده، خودش هم میدونه.
و حتی چند وقت پیش یه از این سخنرانی‌هایی که رفت بکنه جمعیت در سالن پر نبود. یه دم بعد نیم ساعت که این همون حرفای تکراری همیشگی رو زد، ملت زدن بیرون. یعنی نمیاد یه بگه آقا من در آینده چه کارهایی قراره بکنم، یه چند تا چیز میگیره. آقا جو بایدن اینجوری کرد، آقا جو بایدن رو ولش کن دیگه، مرد، بیا به حریص بچه، هر چی هم میخوای بگی به حریص بگو. در مورد اینی هم که حالا مناظره بکنه یا نه هنوز جواب مثبت نداده. یه جا من شنیدم گفتن که گفته به شرطی من میام که سالن بزرگ باشه، طرفدارای منم باشن، طرفداران حریص هم باشن، که مثلا من یه چیزی به علیه حریص میگم همه ترامپ مثلا هورا بکشن. در صورتی که مناظره آخری در حضور هیچ کس نبود، فقط دو تا گوینده تلویزیون بودن، فقط در حضور اونها انجام شد، کسی دیگه نبود بخواد تشویق و اینا بکنه. این میخواد از اون موضوع استفاده بکنه، شاید بتونه این حریص رو بزنه. حریص هم دیگه تا فردا پس فردا معاونش رو انتخاب خواهد کرد. یکی از اونها که احتمالش زیاد انتخاب بشه آقای شپیرو اسم کلیمیه، من کارمند داشتم یه زمانی ازش پرسیدم کلیمی هستی، گفت من خانواده کلیمی من بزرگ کرده، اسم فامیلش رو من منتقل کردم ولی من خودم دین ندارم. به هر حال این آقای شپیرو کلیمی است که طرفدار اسرائیل پروپاگورس، و اگر خانم هریس اینو بذاره ممکنه طرفدارای مسلمونش رو در میشیگان اینا از دست بده. حالا ببینیم که چی میشه. این عوارض طولانی شد، برای اینستاگرام دو قسمتیش میکنم، برای یوتیوب یه قسمتی. ویدیوهای مسافرت هم کم و بیش فکر کنم همه رو گذاشتم، حداقل در یوتیوب همه رو گذاشتم، باید رو یه چکی بکنم اگه اینستاگرام رو جا گذاشتم اونم اضافه کنم. خوب و خوش باشید. بعد از که ویدیو رو نگاه کردم دیدم که یه مطلب خیلی مهم رو من یادم رفت بگم. من اولین ماشین برقی که سوار شدم تسلای مدل رودستر بود در سال 2008 که مخلوطی از لوتوس و ماشین الکتریکی بود. زیاد منو تحت تاثیر قرار نداد، رجوش مقاله اون موقع تو مجله ماشین نوشتم. اگه بخوام قبل ترش برم 1987 اولین بار سوار کارت گولف الکتریکی شدم که خودشون خیلی آدمو مورد آدم اولین بار بود که دیدم ماشین الکتریکی عجب میتونه قدرتی داشته باشه و تورکی داشته باشه و این حرفا. ولی باز به عقب برگردم، من از تقریبا 13-14 سالگی ماشین برقی میساختم به عنوان اسباب بازی انواع اقسام، و در سال 15-16 سالگی ماشین استراد ریسینگ مسابقه میدادم. من علاقه زیادی به ماشین الکتریکی از قبل داشتم، گفتم اینو اضافه کنم به عنوان توضیحات چون اون تستا رو یادم رفته بود. بعد از تهیه کردن این ویدیو که تا اینجاش 27 دقیقه شده، دیدم من نتیجه گیری نکردم که آخر خب حالا آخرش چی، دفعه بعد بخوام برم تسلا یا RV پرانتز کمپر یا یه SUV دیگه بنزینی یا برقی چی. وقتی به اولویتام نگاه کردم دیدم در این 3000 مایل که رانندگی کردم حدود 5000 کیلومتر، روز اولش 1200 کیلومتر رانندگی کردم. برای دوستانی که فکر می‌کردن نمیشه و نمیری و اینا، متوسط هم درسته که روزی 500 کیلومتر بود، ولی 1200 کیلومترش فقط روز اول بود. بعد 3 روز 4 روز توی خونه بودیم که درجا در یه جا بودیم. در اون 6 روز 5 روز بقیه اون نشاید 2000 مایل بقیه رفتیم. خیلی در روز رانندگی زیادی کردم. و وقتی برمیگردم به اولویت ها میبینم آقا این داشتن اوتوپایلوت برای من دیگه اولویت، با تجربه‌ای که دارم شاید 100000 کیلومتر رو این اوتوپایلوت این گذاشته باشم برام دیگه خیلی راحت. دوستایی دارم که اوتوپایلوت رو ماشینشون هست استفاده نمی‌کنن، میگن نمی‌دونیم چه جوریه یا میترسیم بهش اطمینان کنیم اینا. من دیگه انقدر امتحان کردم برام عادی شده. یه چیز جالب به اوتوپایلوت بگم، وقتی من میگم اوتوپایلوت خوبه، ماشین بنزینی که این روزا من درصدش رو نمی‌دونم چند درصد ممکنه داشته باشن، اگه باشه 1% هم نیست. تو خود ماشینای الکتریکی هم مثلا حتی خود تسلا همه مدلاش اوتوپایلوت نداره، یه آپشن گرونی بوده
از دو قسمت تشکیل میشده، یکی پولی که اول بدی که تو ماشینت باشه، که البته بعد یه مدت اینو گذاشتن تو قیمت ماشین، یعنی تمام دوربین و تشکیلاتش رو هر مدلی بخرید هست، فقط اکتیف کردنش رو باید پول بدید، حالا نمیدونم چقدر، 2,000-3,000 دلار چقدر، و علاوه بر اون پول ماهانه هم داره، ماهی 100 دلار. مال ما پول ماهانه اینا نداره، جز همون سیستم قدیم بوده. این هم خودش یه حسنی، بالاخره ماهی 100 دلار هم پول اتوپایلوت نمیدی. ولی مهمترین چیز در این سفر برای من فهمیدم که اتوپایلوت. قیمت هتل و اینا خیلی وقت دستم نبود تو اینجور مسافرت ها، و شاید فکر میکردم مثلا حتی با شبیه 100 دلار هم بشه یه جایی هتل گرفت، ولی نه، قیمت متوسط هتل ها شبیه 175-180 دلار بود، مال یه جاهایی 500 دلار بود، یه دونه 75 دلاری هم داشتیم. ولی یعنی از این وقت بخوام برم محاسباتی بکنم و تقریبا روزی شبیه 200 دلار حساب بکنم، در مقایسه با اینکه یه آروی خودم ببرم. البته آروی خودم ببرم مفتی نمیشه جایی پارک کنی، میشه یه جایی تو خیابون جایی پارک کنی، ولی اگه بخوای جایی بری که فاضلاب و آب و برق بهش وصل باشه نپرسیدم. ولی میدونم توی منطقه خودمون اگه رزرویشن قبلی داشته باشی و یه ما رزرو کنی شبیه 50 دلار، و اگه نه شبیه 70 دلار. حد سمن اینه که اونجا هم 50 دلار قاعدتا باید بگیره، ولی اونم میاد تو محاسبه که آدم ببینه که میخواد هتل بره یا تو ماشین خودش بخوابه. اگه یه آروی بود که اتوپایلوت رو داشت و مثل این دیگه نباید فرمون بخوای بگیری و اینا، خیلی خیلی مزیت بود، به خصوص تو آروی که چون سطح صاف زیاد داره با باد و اینا خیلی میتونه این برون بر بره. و شما حواستون باشه بخواید تو خط وایسید، ماشینم بالاخره بزرگه، پهنه، درازه. اینی که این اتوپایلوت داشتن تو ماشین برای یک مسافرت های به این طولانی، برای من در سن 70 سالگی این فهمیدم که اولویت شماره یک. یکی من همین الان یک دونه تسلای دیگه پیدا کنم بردش به جای 220 مایلی که مال من هست باشه مثلا 400 مایل. هست الان تو بازار 370-400 هم باقصم، ولی اگه اتوپایلوت نداشته باشه به درمان نمیخوره. اولویت دوم اون برده که در ماشین من فول شارژ 225-230 مایل، بنابراین عملا شما 200 مایل باید شارژ بکنید. خب این اگه هر 400 مایل بود بشه که من 20 بار شارژ کنم، 21 ساعت وایسم 10 بار شارژ میکردم. بنابراین اولویت دوم میشه رنج، که اون رنج رو در ماشین بنزینی آدم داره دیگه. نمیدونم چه جوری، یعنی خلاصه مطلب اگه الان یه تسلایی گیرم، الان من اگه بخوام تسلایی بگیرم بیارم که شارژش مفتی باشه مثل این ماشین، بردش بیشتر از این ماشین نیست، همون 200 چند مایل. اگه بخوام یه چیزی گیر بیارم بالای 300-340 مایل باشه، اون داستان دیگه شماش خریدنی و اجاره دادنی، یعنی ما 100 دلار پول چی باید بدی؟ نه تنها پول شارژ باید بدی، بلکه پول اتوپایلوت هم باید ما 100 دلار بدی. بنابراین آپشن خوبی وجود نداره. آب ایدئال این بود که یه دونه SUV مدل X تسلا گیر می آوردم با نزدیک 400 مایل برد که اتوپایلوت هم داشته باشه، برقش هم مجانی باشه دیگه. از این چیزا دیگه گیر نمیاد. اگه خیلی شانس بیارید اتوپایلوت داره، برقش مجانیه، ولی بردش 200 مایل بیشتر نیست، یعنی باید یه مصالحه ای کرد یه جایی رو، باید خلاصه کوتاه اومد. ولی اینی که مثلا خب دوباره اگه بود با تسلا میرفتم یا با کمپر، دوباره با تسلا میرفتم به خاطر اتوپایلوت، نه به خاطر برق مجانی لزومن. ولی اگر کمپره اتوپایلوت داشت با کمپر میرفتم. خب تا چند سال دیگه بالاخره کمپرام اتوپایلوت خواهند داشت، حتی برقی هم خواهند شد، ولی الان اون برد لازمو ندارن که تو کمپر مثلا کمپر برقی باشه و اینا. این هم از این دیگه. امیدوارم که تمام جوابهای خود را در این مسئله پیدا کرده باشید. خوب و خوش باشید.